In the name of God. با قسمت هشتم از مجموعه آموزش جامعه گرامر انگلیسی در خدمتتون هستیم. قراره که امروز با در واقع افعال از نظر صرف شدن در زبان انگلیسی آشنا بشیم. به طور کلی به دو دسته این افعال تقسیم بندی میشن. قبل از یاد گرفتن زمانهای دیگر، یعنی زمان گذشته، زمانهای آینده و حتی مجهول، باید حتما با گرامر این افعال در واقع آشنا بشیم. خب افعال به دو دسته تقسیم میشن، یا با قاعده هستن و یا بی قاعده. با قاعده ها به معنای regular و بی قاعده ها به معنای irregular. خب جدولی براتون ترسیم کردم، میخوام مثال هایی بزنم که براتون جا بیفته. به طور کلی افعال با قاعده افعالی هستن که شکل مشخصی دارن در استفاده کردن از اونها در زبان انگلیسی. یعنی چی؟ یعنی چه در زمان حال چه در زمان گذشته و چه برای شکل سوم فعل که برای زمانهای حال کامل، گذشته کامل، آینده کامل و مجهول در واقع استفاده میشه باید یاد بگیریم که خیلی ضروری هستش. خب براتون مثال زدم. ببینید فعل work به معنی کار کردن یه فعل regular هستش، یعنی یه فعل با قاعده هستش. تفاوت رو خودتون با مثالهایی که میزنم متوجه میشین. ببینید حالت در واقع ساده فعل work که خود work هستش در گذشته یا past تبدیل میشه به worked. در حالت سوم یا اسم مفعول یا past participle یا PP، دقت کنید خیلی ما این سر کله میزنید، PP حالت سومش هم همون worked هستش. یعنی چی؟ یعنی شما برای تبدیل کردن یه فعل از حالت ساده به گذشته و یا PP برای استفاده زمانهای حال کامل، گذشته کامل و اینها، فقط کافیه انتهاش رو یک ایدی اضافه کنید. درست شد؟ یک ایدی. خب مثال بعدی فعل دو به معنای انجام دادن که در جلسات گذشته خیلی باهاش آشنا شدیم. دقت کنید در زمان حال که همون دو هستش، در زمان گذشته تبدیل میشه به دید. دقت کنید یه فعل بیقاعده هستش. یا فرض کنید افعال مکسر در زبان عربی براتون خیلی جا بیفته. مثلا افعالی بودن که حالت خاصی نداشتن در استفاده کردن، مثلا مثل کتاب. ما دیگه کتاب‌ها رو میگفتیم در زبان عربی کتب، یعنی حالت قاعده در واقع جمع کردن در زبان عربی رو صورت در واقع در اینها صورت نمیگرفت. خب دو تبدیل میشه به دید در حالت گذشته و در حالت شکل سوم فعل یا PP تبدیل میشه به دان. دقت کردید؟ یه فعل بیقاعده هستش. خب از همین ابتدا بهتون بگم افعال بیقاعده در زبان انگلیسی خیلی ضروری هستن و شما باید بالاخره از طریق فضای مجازی، از طریق اینترنت، کتاب‌های گرامر، معمولا در ابتدا و انتهای کتاب‌های گرامر این افعال قرار داده شدن که شما باید این افعال رو به طور کامل یاد بگیرید، وگرنه در زبان انگلیسی به شدت با مشکل مواجه میشین. پس حتما این افعال رو یاد بگیرید. من فقط تعداد در واقع دو تا از این افعال من اینجا برای شما آوردم که براتون جا بیفته تفاوت افعال بی قاعده با قاعده. خب فعل بعدی یه فعل رگولر هستش، پلی به معنی بازی کردن. دقت کنید تبدیل میشه به پلید، یه ایدی انتهاش گرفته و در پی پیش هم تبدیل میشه به پلید. پس یه قاعده مشخص. فعل بعدی ایرگولر هستش، یعنی بی قاعده. رایت به معنی نوشتن، گذشتش میشه روت، قسمت سومش میشه ریتن. فعل بعدی فعل رگولر هستش به معنای قدم زدن، واک، در گذشته تبدیل میشه به واکت
و قسمت سومش یا همون پیپیش میشه walked. دقت کنید تلفظش walked هستش، walked نیستش. ایدی که به اضافه میشه تبدیل میشه به walked. خب به طور کلی با گرامر در واقع افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی آشنا شدین. به غیر از زمان حال ساده، برای یادگیری تمام زمانها در زبان انگلیسی باید حتما با این گرامر آشنا بشین، والا با مشکل مواجه خواهید شد. پس قبل از یادگیری گرامرهای زمان آینده حتما این مجموعه رو کامل یاد گرفته باشین. امیدوارم که موفق باشین. خدا نگهدار.